به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به دانش‌آموزان عزیز. با جلسه دیگر از شیمی دهم با هم همراه میشیم. امروز تصمیم داریم در مورد ترکیبات یونی صحبت کنیم. تا جلسات قبل مبحث کوانتوم رو بستیم، قبلش نظریه اتمی بود، قبلش مور و ویژگی‌های نور، همین تا فصل اول از ابتدا تا بحث کوانتوم پیش اومدیم و امروز در این جلسه میخوایم راجع به ترکیبات یونی و مباحث مرتبط با اون که جنبه تکراری هم دارن برای شما صحبت کنیم. این مباحث رو در علوم نهم خوندیم، یه خورده اینجا بیشتر شتافته میشه. ابتدا یه سری واژه ها تکرار بشن، یه سری واژه ها مرور و یادآوری. کلمه یون، یون چه زمانی به وجود میاد؟ وقتی که اتم خنسا الکترون از دست بدهد یا الکترون اضافی بگیرد. خب وقتی که الکترون از دست بده، با از دست دادن الکترون چی به دست میاد؟ یون مثبت، بهش میگیم کاتیون. وقتی که الکترون اضافی بگیره میشه یون منفی، آنیون. همونجور که قبلا در جلسات ابتدایی گفتیم، در کاتیون ها الکترون کمتر از پروتون شده چون الکترون از دست داده و در آنیون الکترون بیشتر از پروتون. در اتم خنسا هم که الکترون با پروتون مساوی هست. خب بچه این یون که ازش صحبت میشه میتونه به دو شکل باشه، یون یا تک اتمی هست یا یون چند اتمی. از اسمش مشخص بچه یون تک اتمی فقط یک اتم، این حداقل دو اتم. حالا این دو اتم میتونه مشابه باشه یا متفاوت. چند تا مثال با هم ببینیم. یون تک اتمی مثلا آلومینیوم 13، این هر وقت بخواد تو واکنش های ترکیبات یونی شرکت کنه تبدیل میشه به آل 3 مثبت، یک اتم هست، زیربند نداره. یا مثلا فلور 9، هر وقت بخواد تو واکنش ها شرکت کنه یک اتم میشه فلورید. اما یون چند اتمی، کربنات رو در نظر بگیرید، این یون کربنات هست، الان داره چند اتمه؟ این 4 اتم داره، یک کربن، 3 اکسیژن. تعداد از یکی که بیشتر شد میشه چند اتمی. خب اینجا اتم ها متفاوتن، یکیش کربن، 3 تاش اکسیژن. اما اینو در نظر بگیرید، O2 دو منفی، یون پروکسید، دو تاش از جنس اکسیژن هستن، اتم ها مشابهن، ولی چون تعداد از یکی بیشتر شده بهش میگیم یون چند اتمی. خب یه خورده بیشتر اینجا رو بشناسیم، یه خورده بیشتر صحبت کنیم و بعد بپردازیم به قواعد نوشتن فرمول ترکیبات یونی. بچه قبلا بارها اینو یاد گرفتید و تمرین کردید کدام عناصر جدول فلز هستن. ما نمیتونیم همه عناصر رو اجتناب کنیم، ولی یه قاعده کلی میگیم. یه قاعده کلی اینه که یک تا سه الکترون زدیتی. برای مثال کلسیوم 20 وقتی که آرایش الکترونش رو می‌نویسیم آرگون 18 4 از 2، این دو الکترون زدیتی داره. فلز هم هست، قبلا یاد گرفتیم فلز ها برای شرکت در واکنش الکترون از دست میرن، پس یک فلز الکترون از دست میرهد. به آرایش چه عنصری میرسه؟ به آرایش گاز نجیب قبل از خود میرسد. البته همه فلزها اینجوری نیستن، ولی خب اغلب فلزهای گروههای اصلی از این ویژگی تبعیت میکنن. کلسیم الان اگه نگاه کنید دو الکترون بیشتر از آرگون داره. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ دو الکترون ازش میگیریم میشه کلسیم دو مثبت. پس فلزها چنین رفتاری از خودشون نشون میدن. اگر بخواییم فلزها رو یک خورده بیشتر باز کنیم و بحثشون رو بشکافیم میشه به سه شکل فلزها رو معرفی کرد. شکل اول
آرایشش رو می‌نویسیم. یک گاز نجیب اینجا داشته باشیم. اینجا NS1 شکل دوم گاز نجیب NS2 و شکل سوم گاز نجیب NS2 NP1. خب این چند الکترون ظرفیتی داره؟ این یک الکترون ظرفیتی، این دو الکترون ظرفیتی و این هم سه الکترون ظرفیتی. اگه بخواد این تو واکنش شرکت کنه، یک الکترون رو از دست میده میشه X1 مثبت، این دو الکترون رو از دست میده میشه X2 مثبت، و این هر سه الکترون رو از دست میده میشه X3 مثبت. خب بعد از مثالایی رو برای این قسمت حل کنیم و اشراف بیشتری داشته باشیم روی این موضوع. پس ما تا اینجا یاد گرفتیم که فلزها الکترون از دست میدن و بعضا نه همیشه تکرار میکنن، همیشگی نیست این قاعده، بعضا سعی میکنن به آرایش گاز نجیب قبل از خودشون برسن. مثال روبیدیوم 37 آرایشش میشه کریپتون 36 5S1. این آرایشش هست، قبلا کوانتوم خوندیم دیگه، سرعتی آرایشش نمیسیم بشه. این شبیه این شد، یه الکترون ظرفیتی داره، این یک الکترون ازش میگیریم میشه روبیدیوم 1 مثبت. الان آرایش شبیه کدام گاز نجیب شد؟ با از دست دادن این شد شبیه کریپتون، آرایش شبیه کریپتون شد. مثال بعدی منیزیوم 12 میشه 10 تا نئون 3S2، آرایش شبیه این شد. ما دو الکترون ظرفیتی رو ازش میگیریم میشه منیزیوم 2 مثبت. شبیه کدام گاز نجیب میشه؟ شبیه گاز نجیب قبلش، یعنی نئون. و مثال سوم آلومینیوم 13 10 تا نئون 3S2 3P1 شبیه این شد بچه. 3 الکترون ظرفیتی، ما 3 الکترون رو ازش که بگیریم میشه آلومینیوم 3 مثبت، آرایش شبیه نئون. پس ما در این مثال ها متوجه شدیم که فلزهای گروه های اصلی، مثلا فلزهای گروه 1 و 2، با از دست دادن الکترون آرایششون میرسه به آرایش گاز نجیب قبل از خودشون. یا خودم در مورد نافلزها صحبت کنیم. بچه نافلز از قبل از سال نهم یاد گرفتیم که نافلز الکترون اضافی میگیرد تا به آرایش گاز نجیب بعد از خودش برسد. در نافلزها استثنا وجود داره، ولی اغلب نافلزها دوست دارن با گرفتن الکترون یا اشتراک الکترون که مبحث بعدی ما هست به آرایش گاز نجیب بعد از خودشون برسن. نافلزها اگر دسته برمی کنیم، نافلز 5 تا 7 الکترون ظرفیتی دارن. این 5 تا 7 الکترون ظرفیتی رو با هم ببینیم. نافلزها آرایششون میتونه به این شکل باشه: گاز نجیب NS2 NP3 گاز نجیب NS2 NP4 و گاز نجیب NS2 NP5. این الان چند الکترون ظرفیتی داره؟ دسته پی افتاد، دسته پی میشه جمع S و P، 5 الکترون ظرفیتی. این میشه 6 الکترون ظرفیتی و اینم 7 الکترون ظرفیتی. حالا اینجا این سوال پیش میاد، ما 5 الکترون رو ازش بگیریم راحت تره، یعنی 3 الکترون بهش بدیم تا لایه ظرفیتش هشتایی بشه و شبیه گازهای نجیب. خب طبیعتا 3 الکترون در اختیارش قرار میگیره بهتره، پس ما اینو 3 الکترون بهش بدیم میشه X3-. این 6 الکترون با 2 الکترون هشتایی میشه و میشه X2-. این هم 7 الکترون با 1 میشه X1-. و هر ستاش هشتایی شدن، آرایششون شبیه گاز نجیب بعد میفته. برای مثال داشته باشیم کلور 17، کلور 17 میشه 10 تا نئون 3S2 3P5.
الان ما چند الکترون ظرفیتی داره؟ 7 تا. بنابراین ما یک الکترون به تحویل میدیم میشه پولار یک بار منفی که بهش میگیم ایون پولاریتی. الان چند الکترون داره؟ 18 تا خودش داشت. اینا یکی میشه 18 تا. پس آرایش شبیه آرایش گاز بعدش شد یعنی آرگون. مثال بعدی سلنیوم 34 آرایشش میشه 18 تا آرگون 3 بی 10 4 اس 2 4 بی 4 اس و بی الکتروناش میشه 6 تا. پس این 6 الکترون ظرفیتی داره که ما 2 الکترون بهش میدیم میشه سلنیوم 2 منفی. با این 2 منفی که به الکتروناش 34 به ضرب 2 میشه 36 شبیه کریپتون شد. و نکته سوم مثال سوم نیتروژن بچه ها. نیتروژن که یک عنصر ساده هست جز عناصر اولی و رسم آرایش خیلی راحته. یک اس دو دو اس دو دو پی سه ملاحظه بفرمایید دو و سه میشه پنج. پنج الکترون ظرفیتی داره سه الکترون بهش تحویل میدیم میشه نیتروژن سه منفی. با این سه الکترون و این هفت تا میشه 10 تا. آرایشش رو شبیه نئون. پس فلزها الکترون میگیر از دست میدن تا به آرایش گاز نجیب قبل برسن، نافلزها الکترون میگیرن تا به آرایش گاز نجیب بعد از خودشون برسن. خب بچه مطلب بعدی که میخواییم تمرین کنیم نامگذاری کاتیون و آنیون هست. اینا رو تمرین کنیم کاتیون و آنیون چجور اسم گذاری میشن و بعدش بریم سراغ نوشتن فرمول ترکیبات ایونی. نامگذاری کاتیون ها. برای نامگذاری کاتیون ها کارمون خیلی راحته. ابتدا کلمه ایون رو می‌نویسیم به اضافه اسم عنصر. برای مثال شما میخواید اینو نامگذاری کنید میشه ایون کلسیوم، یا مثلا به شما گفتن اینو نامگذاری کنید ال ا مثبت میشه ایون سدیم. پس کلمه ایون و بعدش هم نام عنصر نوشته میشه. در مورد آنیون ها یک کار بیشتر داریم، اما قبل از اینکه آنیون ها رو بگیم بچه نگاهی داشته باشیم به کاتیون های چند ظرفیتی. کاتیون چند ظرفیتی بعضی از عناصر موقع شرکت در واکنش‌های شیمیایی بیش از یک ظرفیت از خودشون نشون میدن. مثلا آهن در واکنش‌های شیمیایی به دو شکل میتونه ظاهر بشه، آهن دو مثبت و آهن سه مثبت. خب اینا رو چطوری نمایش میدیم بچه؟ ما برای نمایش اینا به یک سری نمادها نیاز داریم، نمادهای یونانی. این نماد که شبیه حرف آی هست میشه عدد یک، دو تا آی کنار هم میشه دو، سه تا آی کنار هم میشه سه، آی وی میشه چهار، وی تنها میشه پنج، وی آی میشه شش، وی دابل آی میشه هفت، و سه تا آی میشه هشت. خب با توجه به این نکات حالا میتونیم اینا رو نامگذاری کنیم. آهن دو مثبت بچه این چطور؟ مثل بالا اول می‌نویسیم ایون آهن، ولی چون دوتا ظرفیت داره باید دوتا بودنش رو مشخص کنیم. اینجا آهن دو داریم پس عدد دو رو براش می‌ذاریم. پایینی ایون آهن سه. پنج تا عنصر هستن که استفاده زیادی در این مبحث دارن. این پنج تا عنصر عبارتند از آهن و کروم و کوبالت و منگنز. بچه چهارتا عنصر که نوشتم هم دو مثبت دارن هم سه مثبت. هر چهارتاش مثلا کروم دو کروم سه، منگنز دو منگنز سه. یک عنصر هم هست که خورده با اینا متفاوته، مس. مس
دو ظرفیت داره، یک مثبت و دو مثبت. خب این از کاتیونا. پس بچه کاتیونای چند ظرفیتی که جز عناصر واسطه هستن، اینا حتما باید برای نامگذاریشون از نمادهای رومی و یونانی استفاده کنیم. اما در بحث آنیونا که گفتی که خورد کارمون دشوارتر هست، باید علاوه بر کلمه یون و نام عنصر یک پسفند هم اضافه کنیم. یک بار دیگه تأکید کنم، کاتیون ها که در عناصر واسطه قرار دارن اغلب چند ظرفیتی هم، اما گروه های اصلی یعنی فلز قلیایی، فلز قلیایی خاکی این مشکل رو ندارن. پس در این مرحله میخوایم نامگذاری آنیون رو تمرین کنیم. نامگذاری آنیون قاعدش به این شکله: کلمه یون به اضافه نام عنصر به اضافه پسوند اید. برای مثال کلور، وقتی میشه کلور یک بار منفی بهش بگیم یون کلور پسوند اید، یون کلوری. فسفر وقتی میشه فسفر سه منفی میشه یون فسفی. گوگرد وقتی میشه گوگرد دو منفی میشه یون سولفی. یا یود وقتی میشه یود یک بار منفی یون یودی. بچه تشخیص بارشون هم خیلی سخت نیست. حالا بجز این عناصر واسطه، عناصر گروه های اصلی تشخیص بارشون دشوار نیست. الان میخوره این هم تمرین کنیم. برای مثال به شما میگن سزیوم با عدد اتمی 55 در واکنش های شیمیایی چه باری میگیره؟ خب شاید ما فرصت نداشته باشیم آرایش الکترونی براش رسم کنیم. به جای این کار نگاه میکنیم سزیوم به کدام گاز نجیب نزدیکه. خب به زنان 54 نزدیکه. بیشتر از زنان هست یا کمتر؟ یک واحد بیشتره. حالا که یک واحد بیشتره پس خاصیت فلزی داره، میرسید یک مثبت. مثال بعدی بوگرد 16 میگه بارش رو برام سریع تعیین کن. شما نگاه میکنید تا بوگرد به آرگون 18 خیلی نزدیکه، فاصله چقدره؟ دوتا بیشتر یا دوتا کمتر؟ این دوتا کمتره، چون کمتر هست میشه اس دو منفی. مثال بعد بروم 35، بروم 35 به کدام گاز نزدیکه؟ به کریپتون 36. بروم بیشتر یا کمتر؟ کلمه کمتر رو استفاده میکنیم. حالا که کلمه کمتر استفاده کردیم میشه بروم یک بار منفی، اسمش هم که میشه یون برومید. یا همین یاد که اینجا برسید چجوری شد یک منفی؟ یاد 53 به کدام گاز نشید نزدیکه؟ به زنان 54. یکی کمتره بس میشه یاد یک بار منفی، یعنی یون یودید. به این ترتیب بچه ما میتونیم بار یون ها رو تشخیص بدیم. مثال آخر استرانسیوم 38 به کدام گاز نشید نزدیکه؟ به کریپتون 36. استراسیون بیشتره کمتره؟ خب بیشتر هست. حالا که بیشتره بار مثبت میگیره و میشه SR دو مثبت. یون استراسیون به اندازه بیشتر بودنش بار مثبت میگیره. خب این از این قسمت که به نظر ارزش رو داشت یاد بگیریم. حالا این سوال مبحث اصلی فرمول نویسی ترکیبات یونی. فرمول نویسی ترکیبات یونی خیلی قواعد و دستورالعمل داره که با هم تمرین کنیم. نکته اول، همواره در سمت چپ باید کاتیون نوشته بشه و در سمت راست آنیون. این اصلی ترین نکته در شروع کار. ادامه کار باشه.
فرض کنید کاتیون شما هست A X بار مثبت، آنیون شما هست B Y بار منفی. پس ما رعایت کردیم کاتیون سمت چپ، آنیون سمت راست. حالا وقتی میخواییم نتیجه نهایی رو بنویسیم بچه ها، دو روش هست، هر دو روش رو بررسی میکنیم. روش دوم خیلی راحت تره. روش اول که کتاب اینو مطرح کرده و ما هم بنابرای دستور عمل کتاب اینو ارائه میکنیم به این شکلش: شما کوچکترین مضرب مشترک X و Y رو به دست بیارید. بعد که میخواید بنویسید بچه ها، فرمول به این شکل میشه: اگر کوچکترین مضرب مشترک X و Y رو بچه ها مثلا در نظر بگیریم به فرض W، اینو گرفتیم W. حالا وقتی می‌نویسید A، زیربند A میشه W تقسیم بر X، زیربند B میشه W تقسیم بر Y. یه مثال بزنیم راحت‌تر درکش کنیم. مثلا بچه داریم به شما گفتم آلومینیوم 13 و اکسیژن 8 با هم چه ترکیب یونی رو می‌سازن. خب آلومینیوم 3 تا بیشتر از گاز نجیب نئون هست، پس میشه آل 3 مثبت. اکسیژن 2 تا کمتر از گاز نجیب نئون هست، میشه اکسیژن 2 منفی. کوچکترین مضرب مشترک دو و 3 چنده؟ اگه همون رو بگید W، میشه 6. کوچکترین مضرب مشترک 6 هست، پس نتیجه نهایی میشه آل 6 تقسیم بر 3 2. اکسیژن 6 تقسیم بر 2 3. به این ترتیب میشه فرمول ترکیب یونی رو نوشت. بچه برای نامگذاری ترکیبات یونی هم همزمان که می‌نویسی نامگذاری هم تمرین کنید. نامگذاری از این طرف هست، ما یاد گرفتیم چطور کاتیون و آنیون رو نامگذاری کنیم. حالا اینجا یک کاتیون داریم، یک آنیون. یک کلمه یون قبل از هر دوتاش بود، مثلا میگفتیم یون آلومینیوم، یون اکسید. این دوتا کلمه یون رو بردارید، اینا رو به هم بچسبونید، میشه نام ترکیب. پس ما اینجا میخوایم اینو نامگذاری کنیم، این دیگه یون آلومینیوم بود، کلمه یونش رو برمیداریم، می‌نویسیم آلومینیوم. این دیگه یون اکسید بود، کلمه یونش رو برمیداریم، میشه آلومینیوم اکسید. مثال بعدی، فرض کنید به شما گفته کلسیوم 20 و نیتروژن 7. کلسیوم چه یونی می‌سازه؟ دو تا بیشتر از آرگان، پس میشه کلسیوم 2 مثبت. نیتروژن 3 تا کمتر از نئون، نیتروژن 3 منفی. مضرب مشترک 2 و 3 بازم میشه 6. اینجا کوچکترین مضرب مشترک 6 هست، پس نتیجه کلسیوم و نیتروژن، اول کلسیوم رو می‌نویسیم 6 تقسیم بر 2 3 و 6 تقسیم بر 3 2 به دست میاد. حالا میخوایم اسمشو بنویسیم، این یون یون کلسیوم هست، پس یونشو برمیداریم می‌نویسیم کلسیوم. این یون نیتریت هست، یونشو برمیداریم فقط کلمه آخر رو می‌نویسید، کلسیوم نیتریت به دست میاد. و یه نکته دیگه بچه ها که اینجا در دستور عمل نوشتن فرمول ترکیب یونی باید رعایت بشه اینه که هرگاه بارها مساوی شد، برای مثال داریم استرانسیوم 38 و گوگرد 16. استرانسیوم چه یونی می‌سازه؟ دو تا بیشتر از گاز نجیب، اسفار 2 مثبت. گوگرد چه یونی می‌سازه؟ دو تا کمتر از گاز نجیب، 2 منفی. بچه بارها مساوی شدن، هرگاه بارها مساوی شدن همینجا بارها رو با هم خط می‌زنیم و هیچ زیربندی نداریم، یعنی میشه اسفار S. و اسمشو که میخواییم بنویسیم میشه استرانسیوم سولفید. همیشه از این برد میخونیم ترکیب یونی رو، ابتدا بخش فلزیش رو میبینیم و بعد بخش نافلزی. گفتیم این دو روش داره، روش دوم از روش اول خیلی راحت تر شد. مثال داشته باشیم پتاسیم 19 و فسفر 15. پتاسیم چه یونی می‌سازه؟ یکی بیشتر از گاز نجیب، میشه کا یک مثبت. فسفر 3 تا کمتر از گاز نجیب، یه 3 منفی. بچه در روش دوم که الان می‌خوام تمرین کنیم، دیگه کوچکترین مضرب مشترک جایگاهی نداره. شما به صورت ضربه دری این 3 رو میاریم این پایین، این 1 رو میاریم این پایین، ولی بدون علامات مثبت و منفیش. علامت‌ها رو دیگه پاک می‌کنیم. پس پتاسیم میشه 3
و این یکی هم میاد این پایین که یک نوشته نمیشه. پتاسیم 3 فسفر 1. مثال بعدی داشته باشیم، باریوم 56 و مثلا کلور 17. باریوم 56 دو تا بیشتر از گاز نجیب میشه Ba 2 مثبت، کلور یکی کمتر از گاز نجیب میشه 1 منفی. این دو میاد پایین این، یک هم میاد پایین این بچه ها، یعنی تبدیل میشه به BaCl2. یک نوشته نمیشه. نامگذاریش هم انجام بدیم، این بالایی میشه پتاسیم فسفید، از این بر خوندیمش، اول اسم این بعد اسم این با پسند اید نامگذاری این باریوم کلورید. خب بچه حالا این وقت سوال به این شکلی هست، میگه مثلا Fe 26 و اکسیژن 8، بخش آهنش جنبه حفظی داره، ما 5 تا عنصر اینجا نوشتیم، گفتیم دو ظرفیتی هستن، آهن یکیشه. این سوال شما رو هدایت میکنه به این سمت که دو تا ترکیب بنویسید، یعنی بنویسید اول آهن دو مثبت و آهن سه مثبت، کنار جفتش اکسیژن میاد، اکسیژن هم که 8 دو تا کمتر از گاز نجیب، پس میشه O2-. تو این بالایی دو با دو مساویه، پس با هم خط میخورن میشه FeO. تو پایینی 3 میاد این پایین، 2 میاد این پایین، Fe2O3. و برای نامگذاریش بچه دقت کنید، چون از یک عنصر دو ظرفیتی صحبت شده پس حتما باید ظرفیتش رو مشخص کنیم. بالایی رو نویسیم آهن دو اکسید، پایینی رو نویسیم آهن سه اکسید. یک بار دیگه یادآوری میکنم، برای نوشتن نام ترکیب یونی ابتدا نام کاتیون نوشته میشه بدون کلمه ایون، به اضافه نام آنیون اینم بدون کلمه ایون. آنیون حتما یادمون باشه که با پسوند اید نوشته بشه. اینجا هم رعایت کردیم، در تمام این مثال ها رعایت کردیم، فقط اینجا در تفاوتی که با مثال های قبلی داشت اینه که ما از یک عنصر دو ظرفیتی استفاده کردیم. باشه چند تا مثال دیگه با هم تمرین کنیم. هرچه اینجا داریم بگیم یون های تک اتمی هستن، ملاحظه میکنیم که هیچ کدومش چند اتمی نیست. خب بچه همچنان ادامه بدیم مثال همونو، مثلا به شما میگم کروم و مثلا فلور، عدد اتمی کروم 24، عدد اتمی فلور 9. شما اول یون هاشون رو تعیین کنید. کروم جزو یون های نکته دار هست دو ظرفیتیه، پس کروم دو مثبت داره، سه مثبت هم داره. فلور یکی کمتر از گاز نجیب میشه، فلور یک بار منفی، فلور یک بار منفی. بالایی میشه CrF2، پایینی میشه CrF3. بچه در نامگذاری هم دقت کنید، چون دو ظرفیتی با ظرفیت مشخص بشه، کروم دو فلورید و کروم سه فلورید. مثال بعدی رو اینجا بررسی کنیم، گالیوم با عدد اتمی 31 و مثلا نیتروژن با عدد اتمی 7. بچه گالیوم هم جز گونه هایی هست که بار شما در حفظ داشته باشید. گالیوم سه مثبت، علاوه میشه ثابت کردی سه مثبت از کجا آمده، گالیوم رو رسم میکنیم، گالیوم 31 2 8 18 3. گفتیم هر از سه تا الکترون ظرفیتی داری میشه فلز، این سه الکترون رو ازش میگیریم میشه گالیوم سه مثبت.
باشه دیکروژن هفته سه تا کمتر از گاز نجیب پس میشه نه سه منفی طبق قواعدی باید سمت چپ باشه سمت راست پس اینو درست می‌نویسیم گالیوم سه مثبت سمت چپ نیتروژن سه منفی سمت راست سه با سه برابر شد پس میشه جی آ ان گالیوم نیتریت البته گالیوم ظرفیت مثبت یک هم داره که کمتر در ترکیبات ازش استفاده میشه ظرفیت رایجش هم این سه مثبت هست خب بچه ها مطلب بعدی و همچنان داریم دو تا مثال دیگه بگیم اما به جایی که اتم های جدا از هم استفاده بشه ترکیب رو یک جا بخواییم در نظر بگیریم مثلا به شما میگه فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید قسمت آ پتاسیم کلورید قسمت B منگنز دو سولفید و قسمت C مثلا داشته باشیم کلسیوم یودید خب باشه اینجا دیگه باید یونها رو از حفظ داشته باشیم پتاسیم پتاسیم K یک بار مثبت کلورید Cl یک بار منفی یک مثبت و یک منفی میره میشه K Cl منگنز دو بچه داره میگه منگنز از نوع دو استفاده بشه سولفید هم که S دو منفی دو با دو ساده میشه میشه MnS کلسیم کلسیم Ca دو مثبت یودید I یک منفی میشه کلسیم I دو یونهای رایجی که یونهای تک اتمی رایجی که در مثالها و سوالها زیاد از اون استفاده میشه یونهای تک اتمی رایج اونا که خیلی زیاد از اون سوال میاد به ترتیب میبینیم بچه ها لیتیوم یک بار مثبت یون لیتیوم سودیوم، پتاسیم، یون سودیوم، یون پتاسیم بیا اسم فارسیشو خودتون میتونید بنویسید. روبیدیوم میشه یون روبیدیوم و سزیوم مثبت یک میشه یون سزیوم. مثال بعدی Mg دو مثبت میشه یون منگزیوم کلسیوم دو مثبت میشه یون کلسیوم استرانسیوم دو مثبت یون استرانسیوم آل سه مثبت میشه یون آلومینیوم بی آ دو مثبت میشه یون باریوم دیگه Zn دو مثبت میشه یون روی و Hg دو مثبت میشه یون جیوه و همچنین گالیومی که گفتیم گالیوم سه مثبت میشه یون گالیوم بچه اینا یونهای رایج هستن به اضافه اون دو ظرفیتی ها که خدمتتون ارائه شد انشاءالله در جلساتی که تدریس داریم در کلاسمون و در بخش دنیای مجازی فایل مخصوص یونها رو در ارائه میکنیم یه نیاز به این نوشتار هم نیست خب تا اینجا هرچی گفتیم یونهای تک اتمی بود به عنوان آخرین مبحث از یونهای تک اتمی آخرین مثال رو حل کنیم مثلا به شما گفتن اینو نامگذاری کنیم CO Br2 این نماد کوبالت هست نگاه کنید اکسیژنش رو کوچک در نظر گرفتید بزرگ کوچک میشه کوبالت اینم که یون بروم هست بچه کوبالت از اون دو ظرفیتی ها بود پس اینجا باید بگید کدوم ظرفیتشه از کجا تشخیص بدید کدوم ظرفیته از این زیرمند این زیرمند قبلا جاش کجا بوده اینجا از این بالا اومده پایین کوبالت میشه کوبالت دو کوبالت دو برومید مثال بعدی مثلا داشته باشید سی او
آن رو عوض کنیم CUF. زیرمند نداریم اصلا، کارمون دشوار شد. تشخیص این که مثل یک هست یا دو دشوار اینجا. اگر بار فلاوا رو یادمون باشه یک منفی، پس حتما یک مثبت بوده که با هم ساده شدن، میشه مثل یک فلوری. با آخرین مثال مثلا داشته باشیم MgO. مگرزی هم مشکل چند ظرفیتی نداره، تک ظرفیتی هست، ملاحظه کنید تک ظرفیتی چیز خاصی نداره. پس نمیسیم مگرزیوم اکسید. خب بچه ها این قسمت آنیون ها رو معرفی کنیم و این مبحث رو ببندیم. یون های تجاتومی کاتیون ها رو گفتیم، یه تعداد آنیون بگیم که تعدادشون خیلی کمتر از کاتیون ها هست. اف یک منفی میشه یون فلوئورید، سی ال یک منفی میشه یون کلورید، بی آر یک منفی میشه یون برومید، آی یک منفی میشه یون یودید، اچ یک منفی میشه یون هیدرید، ان اس منفی یون نیترید، اس دو منفی یون سولفید، پی اس منفی یون فسفید. اینا آنیون های رایجی هستن که معمولا ازشون استفاده میکنیم. باشه اینا همشون تک اتمی هستن، ملاحظه میکنید همشون یه دونه اتم. اما این نگاهی هم داشته باشید به یون های چند اتمی. یون های چند اتمی باید بیش از یک اتم داشته باشن. یون های چند اتمی که زیاد ازشون استفاده میکنیم، یون های چند اتمی رایج عبارت هم هست یون سولفات SO4 دو منفی، یون سولفیت SO3 دو منفی، یون نیترات NO3 یک منفی، یون نیتریت NO2 یک منفی، یون فسفات PO4 سه منفی و یون فسفیت PO3 سه منفی. یون های دیگری که خیلی مرسوم هستن یون کربنات CO3 دو منفی، یون کلرات CLO3 یک منفی، یون هر کلورات CLO4 یک منفی، یون هیدروکسید OH یک بار منفی، دیگه یون هیدروژن کربنات. بچه از کربنات میاد یه هیدروژن میفته اولش H CO3 یک بار منفی، یون هیدروژن سولفات میشه یون هیدروژن سولفات میشه H SO4 یک بار منفی. همچنین میشه جلو اینا هم هیدروژن گذاشت، یه دونه H که بذارید یکی از بار منفیش کم میشه، میشه یون هیدروژن فسفات. دو تا H بذارید دو تا از این کم میشه، میشه یون دی هیدروژن فسفات. یعنی دو تا هیدروژن در ساختار فسفات حضور داره. اینا یون های رایجی هستن که حالا بعدا فایل پی دی افش هم ارائه میشه توی کلاس هامون. مثال ها بچه برای فرمول نویسی اینجا مثل قبل، فقط یک تفاوت کوچک داره. قبلا توی یون تک اتمی که تمرین میکردیم وقتی مینوشید کلسیوم سی ال دو، این سی ال تو پرانتز نمیرفت، اما این یون های چند اتمی همشون هرگاه زیربند بیشتر از یک بگیرند حتما درون پرانتز قرار میگیرند. تو مثال نشو بیدیم آخرین هم خدمت رو بگم جزه یون های پرکاربرد هست. یون آمونیوم که از آمونیاک میاد، یون آمونیوم NH4 دکوار مثبت
و اینجا هم یون هیدرونیوم یون هیدرونیوم H3O یک بار مثبت. بچه ها مثلا به ما بگیرن شما فرمول کلسیوم نیترات رو بنویسید. کلسیوم نیترات، یون نیترات رو اینجا داریم. ابتدا کلسیوم، کلسیوم قبلا یاد گرفتیم دو مثبت. نیترات هم اینجا داریم NO3 یک بار منفی. این یکش رو میذاره پایین، این دو رو میخواد بده به این بچه ها. کلسیوم چند میپذیره اینجا؟ یک رو. این میاد پایین. دو که میخواد بیاد پایین، اینجا گفتیم هر وقت قرار بیشتر از میروند یک داشته باشه باید بره تو پرانتز. این یک مثال. یا مثلا به شما گفته باشه آلومینیوم سولفات. آلومینیوم رو از قبل بلدیم، آهل سه مثبت. سولفات هم که اینجا نوشتیمش SO4 دو منفی، SO4 دو منفی، پس میشه آهل زیرمند شند دو میاد پایین. بچه SO4 میخواد سه بپذیره، پس میره تو پرانتز SO4 زیرمند سه. مثال بعد مثلا بگه آمونیوم فسفات. یه خود گرام قیمت از توی کشاورزی آمونیوم فسفات. بچه آمونیوم رو این پایین داریم NH4 مثبت میشه کاتیون سمت چپ. فسفات هم که اینجا داریمش PO4 سمنفی، PO4 سمنفی. نگاه کنید هم این چند اتمیه هم این کدومش باید بره تو پرانتز؟ آمونیوم، چون میخواد زیرمند سه بگیره. NH4 میره تو پرانتز زیرمند سه، اینم که میخواد زیرمند یک بگیره خودشو میمیسیم. یاد چند اتمی با زیرمند یک پرانتز نمیخواد. پس بچه ها خواب نویسی با یون های چند اتمی، تنها تفاوتی که با یون های تک اتمی داشت اینه که وقتی میخواییم این ها رو بنویسیم ملاحظه میکنیم که بیش از 95%شون هم آنیون هستن. ما فقط دو تا کارکتر چند اتمی داریم، بقیه همه آنیون هستن، پس همه چون سمت راست قرار میگیرن. به جز این دوتای پایینی بقیه همه سمت راست نوشته میشن، سولفات، نیترات، فسفات. پس بچه ها هر وقت اینا میخوان زیرمند یک بگیرن پرانتز نمیخوان مثل اینجا، اما اگه قرار زیرمند سه یا مثلا دو بگیرن حتما باید برن درون پرانتز. ما سعی کردیم در این جلسه یه خورده طولانی شد تمام نکات مرتبط به نوشتن فرمول ترکیبات یونی رو بررسی کنیم. حتی این مباحث رو از فصل سوم کتاب شیمی دهم آوردیمش در فصل اول برای اینکه همه مباحث مرتبط با فرمول نویسی ترکیبات یونی یکجا گفته بشه. و انشاءالله جلسه بعد با ساختار لوئیس با هم همراه میشیم.